بینندگان عزیز برنامه های تلویزیون کوموله، با درود به شما امیدوارم خوب و سرحال باشید. برنامه این هفته چشمانداز رو اختصاص دادیم به مروری بر مهمترین تحولات سال 2012. من پیشاپیش سال نو رو به همه شما بینندگان عزیز تبریک میگم و براتون سال پر از موفقیت و سرفرازی آرزومندم. سال 2012 در واقع برای همه مردم یک سال مهمی بود، یک سال پر تحول بود. در این سال بحران اقتصادی در همه دنیا گسترش پیدا کرد. شمار بسیار زیادی از مردم به خیلی بیکاران مجبور پیوستند. شکاف‌های طبقاتی در اکثر نقاط جهان بیشتر شد و پا به پاش هم اعتراضات و نارضایتی مردم در همه کشورها، به ویژه در کشورهای اروپایی، در کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا باز هم گسترش پیدا کرد. این ارزیابی کوتاهی مروری بر این تحولات موضوع بحث برنامه این هفته است با حضور رفقا محمود قهرمانی و بهرام رحمانی. من پیش از پیش به شما رفقا خوش آمد میگم و سپاسگزارم از اینکه دعوت منو برای این برنامه پذیرفت. رفیق محمود، اگه بخوایم به طور مختصر ارزیابی از این نکته‌ای که گفتم از تشدید بحران اقتصادی در جهان سرمایه‌داری داشته باشیم، شما فکر میکنی که پیامدهای این بحران تأثیراتش بر جامعه و زندگی مردم و همچنین بر خود دولت‌ها و کمپانی‌هاش چجوری بوده؟ اولا سلام عرض کنم خدمت بینندگان عزیز تلویزیون کوموله. ببینید، بحران اقتصادی که اینا چند سال باش رو در روستن به این دلیل عمیق‌تر شد و به این دلیل عمیق‌تر میشه که روز به روز اینا هرچی میخوان نسخه های سرمایه دارانه برای حل این بحران پیدا بکنن، این نسخه ها کار این نداره. نمونهش بارها و بارها در مورد یونان اتفاق افتاد، در مورد ایتالیا اتفاق افتاد. تنها جایی که توی یک سال گذشته دانسته مقداری به اصطلاح رشد مثبت نشان بده به نسبت سال قبل تو اروپا، تنها فرانسه بود، اونم به یمن پیروزی این سوسیال دموکرات ها بود که با شعارهای میشه گفت عوام فریبانه به درجاتی که اسکات مالیات بیشتری از سرمایه دارن بگیریم یا نمیدونم کره خانه را کم کنیم، چنین چیزایی به میدان آمدن که پیروزی اولان هم نتیجه بود. اما در هر حال در تمام دنیای سرمایه داری این بحران تعمیق پیدا کرده. بانک ها به درجاتی تعداد زیادی ازشان ورشکست شدن. آخرین عوارضی که تو این نسخه ای که پیچیدن در اتحادیه اروپا بود برای نجات بازار اورو این بود که کنترل سیستم کنترل بانک مرکزی اتحادیه اروپا را بیشتر کردن به سر بقیه بانک های دیگه که بدنن وام هایی که میدن کنترل بکنه. اما این باز هم چاره درد نیست، به خاطر اینکه بخشی از حتی حاضر نشدن بخشی از کشورهایی که عضو اتحادیه اروپا وارد این کنترل بشن و این کنترل رو بپذیرن، مثل انگلستان و سوئد و جای دیگه. حتی این کشورها هم باز رشد اقتصادیشان منفی بوده تو این سال گذشته، به طوری که برای همین سوئد پیش بینی میشه که تو یک سال گذشته تو سال آینده نرخ رشدش به 1.6% بیاد و این نرخ رشد بسیار پایینیه. برای نه تنها اینجا نرخ رشد در بقیه کشورهای دیگه مثلا حتی در چین هم پایین آمده. این نشان دهنده تعمیق پیدا کردن بحران سرمایه داریه که نمیدونن اینو کنترلش کن. عوارضی که دیگه ای داشته اینه که این بحران به دلیل اینکه میخوان با این راه حل های سرمایه دارانه، با کنترل بانک ها، نمیدونن با کم کردن مقداری کم بسیار بسیار کمی از سود بهره ای که میگیرن کم کنم، قادر به جلوگیری از این بحران نیستن. فشار بیشتریه که به مردم زحمت کش میاد، به فقرهای جامعه میاد، به طبقه کارگر میاد. نمونه های زیادی از این همین آخرین روزها، همین آخرین ساعت های دیروز و پریروز اعتصابات بزرگ اسپانیا بوده. در آخرین تحولی که میشه دید تو این زمینه بالا رفتن موج فقر و گرسنگیه، مبارزه برای نانه که مثلا توی آرژانتین پریروز مردم ریختن و سوپرمارکت ها را، مردم گرسنه ای که به نان شبشان محتاجن سوپرمارکت ها را به اصطلاح اینا غارت کردن.
ولی در این حال وقتی که میخوان تصویری از این نشان بدن از این وضعیت نشان میده که اتفاقی یک جایی یک بابای دو تا تلویزیون هم از این تلویزیون های تخت گذاشته روی واگنی داره میبره با خودش اون نشان میدن. و جالبش اینجا بود که اعتراض دولت اسپانیا سخنگوی دولت مثلا هم آرژانتین وقتی که حرف میزنه میگه که این مردم گرسنه نیستن، همه چیز هست، اینا به تحریک این اعتصابات این چیزا سیاسیه و به تحریک ایتالیا هست. و جالبش اینجاست باز همین اتحادیه‌ای که اینا به چیز میدن نشان آمده میگه که آخه دولتی که نمیدونه قانون خودش اجرا کنه از من چه انتظاری داره؟ خب ما هم میخوایم قانون اجرا کنیم. این نشان میده که حتی راه حل این اتحادیه ها هم راه حلی نیست که جوابگوی نیازهای مردم باشه، و بلکه بیشتر دنباله رو سیاست های به چیزن سازمان جهانی کار ILO هن و چیزهای خودشان. و به همی خاطره که این پیامدهای این بحران، هرچی بیشتر خانه خرابی بیشتر، فقر بیشتر و گرسنگی بیشتری که مردم به خصوص طبقه کارگر و اقشار پایین دست جامعه وارد میشه. این مبارزه نه تنها در اینجا ده تو سر تا سر دنیا نشانهای خودش همه جا گذاشته، از یونان بگیر تا کشورهای تو همین پیشبینی که میشه تو حداقل تو سوئد تو سال آینده 700 هزار بیکار داشته باشه یا تو خیلی جاهای دیگه. این موج عظیم بیکارسازی ها اخراج هایی که میکنن و پیوستن توده های وسیع از کارگران به بیکاری کارگران بیکار که فاقد بیمه های لازم هم هستن برای گذران زندگیشان، این عوارضشه. اون عارضه‌ایه که تو آرژانتین به خوبی خودش توی مبارزه برای به دست آوردن نان نشان داد. بله رفیق برم، این بحران در واقع وضعیت رو ایجاد کرده به لحاظ روانی که جامعه کلا نگرانه. یک بحران این دفعه لاینحله، یعنی دولت های سرمایه‌داری هر چقدر پول واریز کردن به بانک ها و با هم دیگه هماهنگی کردن، انواع طرح‌های مختلف اجرا کردن، وام بانکی دادن به اسپانیا، به ایتالیا، به یونان و غیره، بازم نتونستن دامنه این بحران رو تخفیف بدن. و این وسط طبقه کارگر علیه این شرایطی که برش تحمیل میشه هر روز در حال مبارزه است. از اعتراضاتی که در آمریکا، در اروپا و اقسام نقاط دیگه هست شما چه ارزیابی دارین در سال گذشته؟ اون بحثی که رفیق محمود در مورد بحران سرمایه‌داری جهانی ارائه داد و به درستی تأکید کرد که این بحران سابقا گفته می شد که در عرصه مالیه و از 2008 که بحران جدید آغاز شد و به این دلیل اینا شروع کردن پولهای زیادی به بانک‌ها تزریق کردن، به شرکت‌ها وام دادن، ولی خیلی زود طول نکشید نشون داد که این بحران خیلی پایه‌ای‌تر و ساختاریه و کل سیستم سرمایه‌داری در بحرانه. و این بحران تو کشورهای آفریقایی، کشورهای آسیایی مثل لیبی، سوریه، مصر، ایران یه جور دیگه خودش رو نشون میده و در یونان و اسپانیا و غیره یه نوع دیگه. و اعتراضات هم به هر دو سال گذشته بسیار متنوع بوده. موقعی که من چند ماه پیش تو بارسلون تظاهرات نیم میلیون نفر اونجا شرکت کرده بودم، بازنشسته ها رفتن اونجا سفارت آلمان اشغال کردند و اعتراضشون این بود که ما احتیاج به وام هایی که آلمان به اسپانیا میده و این کشور رو پیش فروش میکنه، آینده ما رو خراب میکنه، نمیخوایم وام بده. یا دانشجوها رفتن یه نوع اعتراضات دیگه ای کردن. منتها این بحران سال گذشته یه چیزی را به ما اثبات کرد به عنوان مبارزه طبقاتی، اونم این بوده که اگه طبقه کارگر از این تشکلهای رفرمیست موجود که بیشتر تبدیل شده از جنگ جهانی دوم به این بر به زایده سوسیال دموکراسی و طبقه کارگر تنها سیاهی لشکر به قدرت رسوندن احزاب سوسیال دموکرات رفرمیست است،
این وضعیت بن‌بست روبرو شده و راه حلی برای مسئله نداره. حتی در کشوری مثل یونان چندین بار پارلمان شکست خورد، پارلمان به محاصره کارگرها، مردم آزاده در اومد. اونجا همه هر گروه کوچک بزرگ ادعای قدرت داشتن، حاکمیت داشتن، راه حل داشتن. طبقه کارگر یونان با اون قدرت، با اون تجربه سیاسی چشمش رو دوخته بود به دست اون احزاب سوسیال دموکرات غیره، اینا چی میگن اونا تایید کنن. این نشون داد که طبقه کارگر از یه طبقه در خود به یه طبقه برای خود به قول معروف انتقال پیدا نکنه و به خود سازماندهی دست نزنه، به ویژه شوراهای خودش رو با روابط مناسبات شورایی تشکیل نده و بدیل و آلترناتیو طبقاتی خودش رو در همه عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی پیش پای جامعه قرار نده. اتفاقاتی که تو این کشورها میفته بازم روز به روز تضعیف و فشار و سانسور بیشتر میشه. سن بازنشستگی رو دارن تو این کشورهایی که این همه بحران وجود داره، این همه فشار روی طبقه کارگره، سن بازنشستگی رو بالا میبرن که حتی اون بازنشسته هم از بازنشستگی نتونه لذتی ببره، تا آخر عمرش باید کار کنه. چرا به قول معروف سرمایه‌داری این تاوان بحران خودش رو نده؟ سرمایه‌داری موقعی که رشد داره، موقعی که کسب سود بیشتری میکنه، ثروت اندوزی میکنه، به طبقه کارگر نمیگه من این بار صندوقم پره، بیاین به قول معروف یک کم هم از این منابع سرشاری که از قبل استثمار شما کسب کردم یه ذره‌ش هم به شما بدم. ولی به محض اینکه بحران سرمایه‌داری بروز میکنه، طبقه کارگر با بیکاری، با گرانی، با فقر قرار تاوان سرمایه‌داری رو بده. از اون رو من فکر میکنم این تجربه سال گذشته به ما باید اینو به هر رو اثبات کرده باشه. به عنوان طبقه کارگر ما باید به نیروی خودمون اتکا کنیم، ما باید به استراتژی خودمون که همون استراتژی بنیانگذاران سوسیالیسم علمی مارکس و انگلز هست، با این استراتژی به تحولات این جامعه جهانی بریم، با این استراتژی بدیل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی خودمون را در مقابل جامعه قرار بدیم. اون موقع نه تنها طبقه کارگر خودش رو میتونه رها کنه، زنجیراش از دست باش باز کنه، بلکه کل جامعه بشری رو میتونه رها کنه. در غیر این صورت این بحران ها بازم آوارش بیشتر سر طبقه کارگر، بازم سر محرومان جامعه خواهد ریخت، بازم اون احزاب بورژوازی قدرت حاکمیت خودشون را حفظ خواهند کرد، بازم بانک ها و صنایع بزرگ دولتی سودهای خودشون را خواهند برد، اون چه باز باقی خواهد ماند بدبختی و سیه روزی برای طبقه کارگر. بنابراین باید طبقه کارگر بیش از این مرعوب این فضای رفرمی سندیکالیسم نشه و خودش رو با شیوه سازماندهی جدیدی به جامعه نشون بده و بدیل طبقاتی خودش رو در همه عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی جلو پیش پای جامعه قرار بده. بسیار ممنون. شما اگر در این رابطه صحبت اضافی داشتید راجع به مبارزات کارگری که به ویژه در کشور اروپایی در این سال بیشتر ما شاهدش بودیم، بسیار وسیع بود اعتصابات کارگری، منتها به اون نتیجه که میخواد نرسیده. نه. چه خلایی اینجا موجوده؟ یعنی دلیل اصلی که مبارزات کارگری علی رغم میلیونی بودنشون، علی رغم متشکل بودنشون به نسبت ایران حساب بکنیم، تو ایران تشکل نیست، ولی تو کشور اروپایی اتحادیه کارگری بالاخره اینا رو دنبال خودشون دارن، طبقه کارگر. چرا این مبارزات نتونسته به نتیجه برسه که دولت‌ها رو ساقط بکنه، نمیدونم تغییر تو زندگی کارگرا ایجاد بکنه؟ دقیقا دلیلش همینه. دلیلش اینه که طبقه کارگری که در یونان به مبارزه میاد، به میدان میاد، جلو مجلس میگیره، دولت ساقط میکنن، حتی در یک موردی کار کردن دیگه، دولتی ساقط شد، دولتی دیگه چپ به ظاهر چپی آمد که چپ نبود گرچه، ولی آمد روی کار. یا حتی در اسپانیا اعتراضات خیلی وسیع کارگری میشه در به یمن سازشی که به طور مرتب سنتی، یک گرایش قدیمی سنتی که توی جنبش کارگری اروپا خودش جا انداخته و رسوخ کرده تا پایین ترین سطح جنبش کارگریش، اینه که اینا اقتدا کردن از قدیم به اتحادیه‌هایی که وابسته به سوسیال دموکراسی بودن، اونجوری که بهرام هم اشاره کرد،
این اتحادیه ها تا عمق استخوان وارد دارای اون سنت سازش و کنار آمدن با سرمایه‌داری هستند. نمونهش هم صحبتی که الان براتون کردم توی آرژانتین رهبر سندیکا که آمده سر کار میگه که ما میخوایم مبارزه در چارچوب قانون باشه. خب قانون برای چیه؟ قانون برای حفظ وضعیت موجوده، برای حفظ نظام سرمایه‌داریه. یا اون چیزی که در بهترین حالتش کارگرانی تونس که وقتی که اخیراً اعتراضات جدیدشان دور جدیدی از اعتراضات به اصطلاح بهار عربی دست شروع کرد، به اونم به همت مبارزات وسیع کارگرا بود، بازم اونجا هم وقتی که قرار دادن و اطلاعیه میدن، اطلاعیهشان عبارت از اینه که ما این قانون اساسی که بخواه فقط اتکا میکنه به سر اینکه جریانات به اصطلاح سلفی اسلامی سر کار نباشه و اگر اخوان المسلمین باشن عیب ندارن گویا، در صورتی که اینجوری نیستش. یعنی نبایستی به اینا رفتن پشت قوانین موجود، سنت هایی که با خودشان دارن حفظ وضع موجود هم میخوان حفظ کنن و بنابراین عاملی که این وجود داره اینه که خود طبقه کارگر اگر در کشوری مثل ایران دیکتاتوری و سرنیزه هستش که کارگر مانع میشه از ایجاد تشکلش، مانع میشه از تعمیق دادن مبارزش، ولی در اونجا خب اینا نیستش، در یونان یا در آرژانتین یا در اسپانیا خب اون دیکتاتوری وجود نداره، ولی در اینجا ها اون چیزی که هستش عامل کنترل کننده دیگری هستش که این اتحادیه های به سنت قدیمیه که طبقه کارگر کنترل میکنن، میخوان در چارچوب مبارزات جاری حقوق قانونی فعلی نگه دارن. این مبارزه برای حفظ وضعیت موجوده و به همین خاطر هم ILO هم طی این دوره بسیار فعال بوده. حتی بعضی از میشه گفت که خبرگزاری های دنیا هم به مسائل کارگران تو این دوره در عکس همیشه که هیچ وقت صداش در نمیوردن گاگای میپردازن، گاگای حرف میزنن و ILO تمام اینا به وسعت دست به سر این اتحادیه ها گرفتن که از چارچوب مبارزه قانونی خارج نشن و سعی کنن طبقه کارگر تو این جهت ها هدایت کنن. این یکی دلیل دیگه اش اینه که طبقه این سنتی که به وجود داشته اینه که طبقه کارگر همیشه گذاشته کنار، گفتن شما بشینید کارتنه بکنید، تولیدتنه بکنید، ما به نمایندگی از شما مبارزه میکنیم، مذاکره میکنیم در واقع سازش میکنیم. خب اینا طبقه کارگر تو این تشکلاش دخیل زیاد نیست، سرنوشته به سرنوشت سیاسی خودش زیاد دخیل نیست و امیدوارشان میکنن به امتیازهایی که در آینده میدن، روز به روز حقوقاشان رو کم میکنن، حقوقا رو کم کردن، سن بازنشستگی بالا میبرن، شرایط اخراج ساده میکنن، همینجا دارن اتحادیه های اروپا دارن الان بر سر این صحبت میکنن که چگونه بدنن بر سر جلوگیری از به اصطلاح با گرفتن امتیازات بخشی از کارگر در حال کار نگه دارن، در حالی که اون بخشی از امتیازاتی که میگیرن به مراتب عمیق‌تر و وسیع‌تر از اون چیزیه که دارن میدن. بسید برای ما اگه به این محمود اشاره کرد به کشورهای عربی و شمال افریقا خاورمیانه این اشاره بکنیم، شاید یک روندی هستیم در سال 2012، اونم اینه که این اعتراضات و انقلاب ادامه پیدا کرد، اگرچه در برخی از این کشورها جریان اسلامی مرتجع نسبتاً لیبرال تونست سکان این مبارزه رو به دست بگیری و سر کار اومدن، منتها در مقابلش مقاومت هست. به ویژه در مصر، در مصر ما شاهد تعمیق مبارزات هستیم، شاهد یک جبهه قدرتمند مبارزه توده کارگری هستیم. ارزیابی شما از تداوم این کشمکش چیه در این کشورهای مثل تونس و مصر؟ و ما نمیتونیم به همه این موارد کشورها دونه دونه بپردازیم، ولی به طور عمومی چه روندهایی رو مشاهده میکنید؟ همین مثالی که مارکس زده، طبقه کارگر با افتادن و بلند شدن جنبندی مبارزات خودش رو متحد میکنه، متشکل میکنه، به مبارزات هدفمندی دست میزنه، مبارزش رو ارتقا میده، همین اتفاقاتی که داره میفته به نظرم همین روندی که مارکس به درستی تأکید کرده نشون میده. مصر اولین حرکت این بود حسنی مبارک بره، حسنی مبارک بردن،
دوم مسئله بوده که به هر رو اجازه ندن طبقه کارگر جلو بیاد، این اتحادیه‌های کارگری و تشکل‌های کارگری را اصلا مطرح نکردن، دعوا را تبدیل کردن به دعوای مدرنیته و سنت و ارتش یا به هر رو مردم. ولی دیدیم که این دعوا با وجود اینکه انتخابات جدید شد، اخوان المسلمین هم اکثریت پارلمان را گرفت، هم کاخ ریاست جمهوری را گرفت، دارن تلاش میکنن موقعیت خودشون را به لحاظ اجتماعی و به لحاظ قوانین تثبیت کنن. موقعی که این قانون اساسی را مطرح کردن، دوباره درگیری ها شدید در شد اونجا نه. و این انتخاباتی هم که شده سری قبل و دیروز هم بوده، چندان برای بورژوازی اونجا، حاکمیت اونجا رضایت بخش نبوده، یه اقلیت شکننده به این مسئله رأی دادند و اینا. بنابراین این اتفاقات که تو مصر در جریان هست، تونس در جریان هست، حتی لیبی و امروز سوریه، سوریه ای که حدود تو این مدت سال گذشته حدود 40,000 نفر انسان بیگناه بین نیروهای ارتشی و این جریاناتی که بورژوازی پشتشون رفته و پایگاه های اصلیشون هم در ترکیه است، جان خودشون را از دست دادن، هنوز نتونستن یه راه حلی پیدا کنن اونجا. اونجا راه حلش به معنای واقعی در دست طبقه کارگر و نیروهای آزادی خواه و برابری طلب و جنبش های اجتماعیه. هیچ کدوم از اینا راه حل خوبی به جلو پای جامعه نمیذارن. لیبی را دیدیم. لیبی چه اتفاقی افتاد؟ لیبی دوره سرهنگ قذافی با لیبی دوره امروز، تغییر چندانی غیر از اون حاکمیت از بالا در زیست زندگی مردم نکرده. اعتراضات وجود داره، ولی این اعتراضات امروز دیگه بورژوازی به نفعش نیست اینا رو مطرح کنه. در مورد مسئله این آینده بحر، ما سال گذشته رو پشت سر گذاشتیم، بحثمون بیشتر رو به آینده است. و آینده هم اینه که بحر رو این اتفاقاتی که تو کشورهای مختلف افتاد، به ویژه ما 99% تو آمریکا روی داد و اینها، موقعی که خاموش میشه به معنی این نیست که وضعیت طبقه کارگر، محرومان جامعه، آزادی خواهان جامعه بهتر میشه، بلکه به قول معروف اتفاقاتی داره میفته، اون نیروها یا سرکوب میشن یا یه قدم عقب نشینی میکنن، خودشون را آرایش جدیدی بدن، با قدرت بیان جلو. به نظر من حداقل از 2008 تا الان 4 سال داره میگذره، تمام بدیل های بورژوازی تو کشورهای مختلف به عرصه عمل در اومده، از ناسیونالیسمش، از مذهبش، از دموکراسیش، چه غرب، چه کشورهای آفریقایی، چه کشورهای خاورمیانه، هیچ کدوم از اینا جوابگوی بحران‌های سرمایه‌داری امروز نیست. این بحران تنها و تنها راه حلش، همینطور که تو صحبت قبلی هم تاکید کردم، مبارزه با استراتژی سوسیالیستی و مبارزه طبقه کارگر و به پیشگامی طبقه کارگر میتونه هم جوابگوی نیازهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی جامعه باشه و هم بتونه به قول معروف طبقه کارگر و کل جوامع را از این ستم و استثمار و جنگ و سرکوب نمیدونم مدرنیسم، دولت‌های مدرن غربی تا دولت‌های ارتجایی مثل اخوان المسلمین یا جمهوری اسلامی بتونه نجات بده و یه جامعه عاری از ستم و استثمار بسازه. این از عهده طبقه کارگر برمیاد، نه هیچ نیروی دیگه. بله رفیق محمود، تو همه کشورهایی که میگیم در خاورمیانه و شمال افریقا، در واقع موضوع مبارزه، متن مبارزه بر اثر خواسته های شبیه همیه، در اثر پیامد بحران های اقتصادی که بر زندگی مردم فشار اومده، دولت ها هر روز بیشتر بار این بحران رو بر دوش اونا خالی کردن، برای نان، برای آزادی تو همه کشورها مبارزه هست. چه درسایی میشه از این، شما تجارب و درسایی که میشه از این تحولاتی که ما شاهدش هستیم در کشورهای عربی، چه درسایی میشه روش انگوش گذاشت در سال گذشته؟ ببینید این مبارزات در واقع برای نان و آزادی شروع میشه، برای مردم، برای مردم کوچه و خیابان. منتها خب امروز سرمایه‌داری برای خودش، برای هر نوع مبارزه طبقه کارگر، برای تعمیق، جلوگیری از تعمیق مبارزه طبقه کارگر مردم محروم جامعه، آلترناتیوهای برای خودشون پیدا میکنن و این بر اساس یک نیازه، نیازی که تو این دوره از بحران سرمایه‌داری بود. در واقع بخش دیگری از جدال سرمایه‌داری بر سر تقسیم مجدد بازارهای دنیاست،
که این بازارها را از دست هم دیگه به نوعی در بیارن. حتی در داخل اتحادیه اروپا هم این جدال میشد دقیقا دید، جدالی که بین انگلستان و آلمان هستش، جدالی که بین فرانسه و آلمان هستش. علی‌رغم اینا با هم دیگه سازشایی میکنن، ولی میخوام بگم که این جدال وجود داره. در کشورهای مثل تونس و مصر و شمال آفریقا و مجموعاً کلن چیز آلترناتیوی که در واقع سرمایه داری میخواست جلو مردم بگیره اینه که از بار خواست مردم برای نان کم کنه و بیشتر مسئله آزادی در واقع ظاهرن به جلو صحنه بکشانه و آزادی هم محدود بکنه که رفتن این دیکتاتور یا رفتن اون دیکتاتور، این مهم نیست که یه دیکتاتور دیگه این میاد، ولی مهم اینه که چیز بره، حسنی مبارک بره، مهم اینه که قذافی بره، مهم اینه که چیز بن علی بره. اتفاقی چه اتفاقی برای مردم خواهد افتاد این دیگه مشکل اونا نیست. اونا میخوان اینه بکنن آلترناتیو اساسی و هدف اساسی مبارزه مردم و میکنن با تبلیغاتی که دارن، با سازماندهی که میکنن، با اسلحه‌ای که صادر میکنن، با پولایی که میفرستن، با نیرویی که براش اختصاص میدن. از این ور اون ور تماشا کنید، خیلی ساده است. ارتشی که در مقابل حتی وفا نکرد به رهبر خودش، به فرمانده اصلی خودش حسنی مبارک، چطوری قادر میشه که کسی اخوان راست مینت قبول بکنه؟ نگرانیشن از اون جنبش اعتراضی اساسی و اصلی جامعه است که خواستار خواستای رادیکالتر و تغییرات بنیادی‌تر تو جامعه هستند. برای این که اوضاع به دست اونا نیفته، در واقع حاضر میشن اخوان المسلمین بپذیرن و زیر بار این اخوان المسلمین میرن. اخوان المسلمینه که اون وقت فرماندهان ارتش براشان بازنشسته میکنه و عوض میکنه، در حالی که قبلش به عکس بود، ارتش بود که همه اینا را عوض و بدل میکرد یا تغییر میکرد. ارتشی که وابسته به دنیای سرمایه داریه، معلومه، همه هم میدنن. میخوام بگم که اون دستاوردهایی که برای مردم ما میدنه داشته باشه، برای جای دیگه داشته باشه، گرچه این بحران به طور تأثیراتش تو ایران به نوعی دیگره، تأثیراتش تو ایران همزمان میشه با تحریم‌های اقتصادی، همزمان میشه با اون بحران مزمن اقتصادی که قدیما خود ایران داشته، همزمان میشه با اون بحران سیاسی که در داخل هیئت حاکمه ایران وجود داره، همزمان میشه با نارضایتی عمیقی که در داخل طبقه کارگری ایران وجود داره. یعنی میخوام بگم مقداری با هم دیگه تفاوتایی دارن، اما طبقه کارگری ایران اگه بخواد از این اوضاع تجربه ای بگیره اینه که اولا اینکه برای خواست تنها خواست آزادی نیست که به میدان میاد طبقه کارگر، برای خواستهای اقتصادیش هم به میدان میاد، مبارزه میکنه و نباید اینا را یکیش فدای دیگری کرد. نباید رفتن دستگاه حکومت جمهوری اسلامی الزاما نباید به معنای پذیرفتن کروبی باشه. میخوام بگم که یعنی داستان با رفتن بن علی نمیره که یه سلفی میاد جاش که همون در سخنرانی اولیه بلافاصله بعد از پیروزیش اعلام میکنه که از این به بعد مردم اجازه دارن چند زن انتخاب کنن، ازدواج کنن با خودشان. این شریعت اسلامی رو شریعت اسلامی. یعنی من خواهم بگم که برای طبقه کارگر ایران این بسیار مهمه که آرایشی که به خودش میاد، مبارزه‌ای که در پیش روی خودش داره، باید بدونه چه حیله هایی، چه سیاست هایی سرمایه داری به کار میبره برای که این مبارزه را نظره در بین طبقه کارگر تحمیق بشه و طبقه کارگر دستش به قدرت سیاسی برسه و برای این چه نقشه هایی داره. یکی از اون نقشه هایی که در شمال آفریقا داشته این بود که حکومت های اسلامی بیارن سر کار، لیبرال ها را بیارن سر کار به درجاتی، حکومت های وابسته به خودشان بیارن، سندیکا های وابسته به خودشان بیارن، حرف زن باشن و نه خواست مستقیم طبقه کارگر و خواست نان و آزادی. رفیق برنامه، اگه بیاییم به مورد ایران به طور مختصر بخوام بررسی بکنیم، در ایران این شرایط سیاسی و اقتصادی به چه شکلی تحول پیدا کرده و چه تأثیراتی بر مبارزات مردم، بر جناحبندی هایی که در داخل رژیم پیش اومده، کلن ارزیابی شما از این وضعیت سیاسی اقتصادی در سال گذشته میلادی در ایران چی هستش؟
کلن همینطور که رفیق محمود هم گفتند روند مبارزات در جامعه ایران تا حدودی متفاوت از کشورهای منطقه است، اون اتفاقاتی که تو اون کشورها، و چند تا دلیل خیلی مهم داریم. مثلا یکی اینکه 34 سال پیش مردم ایران مستقیما یه انقلاب کردن، بزرگترین انقلاب به لحاظ اجتماعی زمان خودش بود. حالا چه اتفاقی چه بلایی بعدن سرش آوردن اون مسئله دیگه ایه. و خب اون همسن سالهای ما تو ایران الان تجربه همون انقلاب مستقیم دارن. نیروی جوانتر تحولات سال 88 داره، حالا به بهانه تقلب در انتخابات بود، نیروی جوانی که بیرون ریخت، مردمی که میلیونه بیرون ریختن، همزمان آوردن عکسای خمینی و خامنه ای را با هم آتش زدن که نشون بدن که ما وابسته به هیچ کدوم از این جناهایی که موسوی میگه بازگشت به دوران طلایی امام، اون یکی میگه احمدی نژاد و امام خامنه ای نیستیم. کل این سیستم رو نمیخوایم. نگران کرد تجربه اون دوره رو داره. و به اضافه این که تو ایران نسبتاً جنبش‌های اجتماعی به ویژه بعد از انقلاب، جنبش کارگری با شوراهاش، با تشکلاش، جنبش زنان با تشکلهای خودش، با رسانه‌های خودش، جنبش دانشجویان روشنفکران با تلاش‌های خودشون، نشون دادن که به هر رو اگه یک کم فضای سیاسی ایران ملایم‌تر بشه، یک کم این جنبش‌ها زمینه مادی دارن، زمینه عینی دارن، زمینه اجتماعی دارن، بلافاصله خودشون را در سطح سراسر ایران متحد و متشکل کنند. و یا جنبش‌های برابری طلب، آزادی‌خواهی، مثل جنبش انقلابی کردستان، یه همچو فضایی پیدا کنه، خودش رو دوباره متشکل می‌کنه، متحد می‌کنه برای دست زدن به اون روابط، مناسبات عمیق‌تر، اقتصادی‌تر، سیاسی‌تر، اجتماعی‌تر. از این رو جامعه ایران سال گذشته با وجود اینکه تو کشورهای منطقه تلاطمات زیادی بود و یار نزدیک جمهوری اسلامی که سوریه باشه این همه تلاطمات توش بوده، یا خود لبنان و حزب الله این همه تلاطمات توش بوده، در ایران از این نوع تلاطمات شاهدش نبوده. میدونم چرا شاهدش نبودیم؟ به این دلیل که اون تجربه‌ای که این نیروی تقریبا قدیمی تر با نیروی جدیدتر با همدیگه کسب کردن، به معنی این نیست این نیرو مرعوب فضای موجود شده، به معنی این نیست که این نیرو دیگه دست از مبارزات خودش کشیده. و نسبتاً سال گذشته به لحاظ اقتصادی، سیاسی، سرکوب‌ها، اعدام‌ها، دستگیری‌ها نسبت به سال‌های قبل چندین برابر شده، ولی باز می‌بینیم اعتراض آنچنانی وجود نداره غیر از اعتصابات پراکنده درون طبقه کارگر، اونم صرفا به خاطر گرفتن دستمزدهای معوقه. به این نتیجه نمیرسیم که جامعه ایران مرعوب فضای روب و وحشت جمهوری اسلامی شده. به قطعا به این نتیجه، من به سادگی به این نتیجه میرسم، میبینم که این جامعه داره تعقل به خرج میده، عمیق فکر میکنه که این بار به میدون بیاد دوباره به خونه‌هاش برنگرده، دوباره سپاه پاسداران و نیروهای دیگه نتونه سرکوبش کنه، یه تعداد قربانی بگیره، یه تعداد زندانی کنه، یه تعداد تبعید بشه، بقیه به قول معروف حکومتی که دو سال خودشو بگه. از همین الان که باز مسکه انتخابات ریاست جمهوری در پیشه، سپاه پاسداران تلاش کرده مانورای متنوعی تو شهرهای ایران به هر رو برگزار کنه و خط نشون بکشه که الان سال 88 نیست، نکنه دوباره از این فضا مردم استفاده کنن بیرون بریزن. به نظر من سالی که گذشت در ایران سرکوبا خیلی شدیدتر بود، دستگیری فعالین کارگری، فعالین زنان، فعالین دانشجو بسیار بسیار زیاد بود. نمونه های مثل رضا شهابی، خانم ستوده که زجرهای به اشتیاری کشیدند و جامعه جهانی حتی از اینا باخبره، یا کشتن وبلاگ‌نویس کارگری مانند ستار بهشتی که مادرش، خواهرش، دوستاش جلو جامعه رسماً الان هم فریاد می‌زدن که این جنایتکاران جمهوری اسلامی، بچه ما را، دوست ما را جمهوری اسلامی کشته، در صورتی که سالهای قبل نمونه‌ای نداریم. اینا نشانهایی هست که به هر رو در سال آینده به هر رو جامعه ایران وارد عرصه جدیدی از مبارزات خودش خواهد شد که
کلیت جمهوری اسلامی را در مقابل خودش قرار خواهد داد و به باور من پیشگام این مبارزه این بار قطعا طبقه کارگر خواهد بود. ملاد فهم همین نکته اساسی تو همین صحبت آخری که رفیق بهرام اشاره کرد، ما در ایران با این اعتراضات کارگری روبرو هستیم که کم نیستن، منتها پراکندن، یعنی از این پراکندگی هم در مبارزات طبقه کارگر، مبارزات روزمرش، هم در بین تشکلهای سیاسی، احزاب سیاسی چپ و کمونیست این پراکندگی موجوده. چه فاکتورهایی میتونه باعث بشه که یعنی طبقه کارگر در همچه وضعیتی چه کار باید بکنه که این تحولی که ما در مصر، در سوریه، در لیبی و غیره شاهدش بودیم دوباره در ایران شاهدش نشیم؟ در ایران اگر ما الان شاهد یک شورش اجتماعی بزرگ نیستیم به دلیل تعمق و تجربه گرایی که مردم دارن، ولی در اثر اگر بخوان این تجربه تکرار نشه چه کار باید بکنن؟ ببین این تو سطوح مختلف میشه ازش صحبت کرد. اگر توی شمال آفریقا سرمایه‌داری از قبل برنامه‌ریزی خودش کرده و سازمان‌ها و جریانات نزدیک به خودش، لیبرال‌ها را، اخوان مسلمین‌ها را، سلفی‌ها را، همه را، حتی اتحادیه‌های بعضا نزدیک به دولت‌ها را دور خودشان جمع کردن، یک سازمانی دادن برای اینکه انقلاب در واقع به کجراه ببرن که در دوره اولش هم بردن، محصولش هم دیدیم، جانشینان چیز بن علی و جانشینان قذافی مثلا، قذافی، حالا بحث موضوعیت قذافی و سوریه درجاتی با مصر و تونس فرق کنه، من رو اونم خواهم معلوم. درست. در مصر این آلترناتیوها رو خودشون بردن پیش، اما در ایران هم همین کار کردن از پیش، برنامه ریزی هایی کردن برای خودشان، سازمان های مختلف و احزاب مختلف سیاسی نزدیک به خودشان، جمهوری خواهان لایک و نمیدنم اکثریتی ها و توده ها و سلطنت طلب ها و همه را اینا را جمع کردن و کنفرانس های مختلف دادن و حتی دولت در سایه برای آیندهشان هم به درجاتی پیش بینی کردن، ناسیونالیست های کرد و ناسیونالیست های ایرانی و دور هم دیگه جمع کردن و به درجاتی برای خودشان برنامه ریزی کردن. منتها از طرف دیگه هم چپ ایران هم این تجربه را داشت و در این حال با حرکت های خیلی که مشغولن دارن خودشان سازمان میدن که در واقع جلو این سازش آینده را، این تحولی که در آینده ممکن اتفاق بیفته بگیرن، که اقداماتی در این موارد شده و کارهایی هم در این مورد کردن که حتما از تلویزیون کاملا شنیدی خبر ده. این تو این جهت تا اونجایی هم که به جنبش کارگری مربوط میشه، خب جنبش کارگری توی مصر یا تو تونس اونجا به درجاتی تحت تاثیر اون فضای زدن به اصطلاح دیکتاتور اصلی، دیکتاتور دنبال اون فضا افتادن و رفتن، اما این بیداری سیاسی آنچنان بود که ادامه خودش الان داریم توی تحولات اخیر مصر رو چیز میبینیم. منتها تو همین مصر کنونی هم همچنان الان لیبرال ها دارن سرنخ این کش و قوس و به اصطلاح تنشایی که با اخوان المسلمین پیدا کردن به دستشان گرفتن. توی چیز تونس هنوز این کجدار و مریض دارن پایین و بالا میشه، که ما امیدواریم به سمت بالاخره وزنه ترازو به سمت جنبش کارگری یا حداقل به سمت چپ چرخش پیدا بکن. تا اونجایی که مربوط به ایران میشه، جنبش کارگری ایران به درجات زیادی رادیکالتر از اون چیزی هستش که بشه به این سادگی یا کسی بدنه هدایتش کنه به سمت راست. تجربه عملیش هم نشان داده، چه تو انقلاب 57 بهرام خوبی اشاره بهش کرده، یا تو بعدش، یا تو حتی تو دوره این انتخابات ریاست جمهوری دوره قبل. و به همین خاطر هم هست که نگرانی جمهوری اسلامی اساسا از این جنبشه و به همین خاطر کلبه تیز عملاتش الان بیشتر به سمت این جنبش گرفته، بیشترین فعالین این جنبش رو میگیره و به زندان میکنه، انواع توطئه ها رو براشون درست میکنه، انواع پرونده سازی ها رو براشون درست میکنه، وکلای مدافع به اصطلاح انسان های سیاسی مبارزیه که تو زندان ها نگه میدارن و چیز میکنه، همه اینا این نگرانی ها رو دارن. آن چیزی که میدانه من فکر میکنم که تجربه میشه اینه که این مبارزات
الان داره روزانه جریان داره در ایران مبارزات کارگری، هیچ راهی دیگه ای نداره غیر از این که یک دیگه رو پیدا کنه. هیچ راهی دیگه ای نیست که مگر این که با هم دیگه متحد شن. این اتحاد هم به طور واقعی اگر بخوام بگم توش بخشن شاید تو شرایط دیکتاتوری مشکل باشه، چون مشکلات خودش داره بگیره با بندهای جمهوری اسلامی. بری همینه که این مبارزات هم دیگه رو ندانن بگیرن، این مبارزه ندانن با هم دیگه متحد بشن. راه گرفتن رهبران کارگری دقیقاً به این دلیله که جلو این پیونده، این نزدیکی مبارزاتی رو بگیرن. منتها داستان بر سر این تمام نمیشه. به محض گشوده شدن یک جریان، یک ذره ای از فشار، تناسب قوای تغییراتی تو تناسب قوای سیاسی اوزا، هر چقدر که جمهوری اسلامی تضعیف میشه در واقع کفه ترازو به درجاتی برای محرومان و کارگرها تغییر بکنه، در اون صورت ببینیم به سرعت میشه این تشکل های بزرگ مبارزاتی به وجود میاد. منتها این بر عهده فعالین و مبارزین طبقه کارگره که این مبارزات کوچک هم، این جویبارهای کوچک هم به هم دیگه هر طوری که ممکنه بپیوندن. این یک. دومیش اینه که از اون چیزی که تا به حال درست کردن بری مبارزشان به کار گرفتنش، سازمانهای، تشکلهای، انجمنهایی که به دست آوردن در عرصه طول تاریخ مبارزشان به دست آوردن، اینا را هم ارزش بدنن، به جای خودشان از تضعیفشان جلوگیری بکنه، بلکه بیشتر به همت همین فعالین کارگری باید به تقویت بیشترشان همت گماشت. اختلافات ساده ای که میدونه تو جریانات مختلف، گرایشات مختلف بر سر این موضوع یا اون موضوع کوچک وجود آمده باشه، یا حتی بر سر خودخواهی این سازمان سیاسی یا اون سازمان سیاسی وجود آمده باشه، باید به درجاتی کنار گذاشت و این موانع به کنار زد و بیشتر به مسئله اتحاد طبقه کارگری که امروز ضروری ترین مسئله است نزدیکتر شد. اما یک نکته ساده ای که من تصورم بود که در مورد لیبی و سوریه هم گفتم بگم، اونم اینه که بعد از چند سال پیش یه گرایشی تو دنیای سرمایه داری وجود آمده که تلاش وسیعی هم برای این کردن که تمام اون جنبش های مسلحانه حق طلبانه را به نوعی به عنوان تروریست قلمداد بکنن، از جمله که دیدیم بزرگترین جنبش حق طلبانه مردم تامیله، برپرای تامیله، با چه وحشیانه به خون کشیدن که حتی خود دنیای سرمایه‌داری هم به صدماتی که خودشان زدن اعتراف کردن، از جمله سازمان ملل یا توطئه‌های سرمایه‌داری، سعی کردن این جنبش ها را به تروریست قلم داد کردن، به مسئله زور به میدان آوردن که دیگه به زور هیچی نمیشه کرد و انقلابات، دوره انقلابات به زور تمام شد، دوره انقلابات سفید و مخملی و انواعشه که اونم تمام شده و خودشان آخر سر وقتی که نوبه اوضاع احوال تنگ دیدن خودشان دست دادن به مسلح کردن دوستان و طرفداران خودشان لیبرال، از جمله تو لیبی و حتی اتحاد ناتو رفت به پشتیبانی از اون مسلحین، و الان میبینیم که توی سوریه دارن همین کار میکنن. تو سوریه هم خودشان دارن آدم مسلح میکنن، سازمان های مسلح خودشان دارن به وجود میارن. خواهم بگم این تحولیه که داره اتفاق میفته از چشم طبقه کارگر دور نیست. اینا هم داره نمیبینن که مبارزه یکی اینا میخواستن به نام با تهدید و تشرب به عنوان این که اینا تروریستن به طبقه کارگر بقبولنن، اونجوری هم نیست دنیا. خودشان که نازم داشته باشن خودشان هم آدم مسلح میکنن، بنابراین طبقه کارگر رو نباید این فکر نخواهد کرد که این سلاحش از دست داده. آقای برنامه شما اگر در پایان ما فرصت کمی به آخر برنامه داریم، در این زمینه، در زمینه دورنمای مبارزات کارگری و اجتماعی در ایران نکته اضافه دارین بفرمایید. من فکر میکنم که تو اونجایی که به جامعه ایران برمیگرده دیگه جامعه ایران مثل دوران مشروطیت یا حتی قبل از کودتای 28 مرداد دعوا بین سنت و مدرنیته نیست یا دیکتاتوری مدرن، دعوای کاملا طبقاتی. یه جامعه سرمایه‌داری هست، یه حکومت سرمایه‌داری، حالا اسمش رو هر چی بذاریم، حتی میلیتاریزمش به عنوان سپاه پاسداران به دلیل اینکه صنایع بزرگ به سپاه پاسداران واگذار کرده
از جنبه اقتصادیش بگذاریم، میخواد طبقه کارگر رو از مستقیمن دیگه اون شوراهای اسلامی، خانه کارگر، کارایی خودش از دست داده، مستقیمن سپاه بر اماکن زیست و زندگی طبقه کارگر حضور داشته باشه و بتونه از بالا کنترل کنه، بتونه به موقع سرکوب کنه. این یه مسئله کاملا در ایران مبارزه طبقاتیه و جامعه ایران دو راه حل بیشتر در مقابل خودش نداره. یا این راه حلایی که اخیراً دولت‌های امپریالیستی و ناتو به این نتیجه رسیده که همینطور که رفیق محمود گفت نیروهای مسلح خودشون را به وجود بیارن، بیاند و اونا با بمباران‌های هوایی، با وارد کردن نیروهای عجیب غریب مذهبی، غیر مذهبی، فاشیستی تو عرصه درگیری‌های مسلحانه و بیدفاع کردن مردم، که از یه طرف نیروهای دولتی، از یه طرف این نیروهایی که غرب حمایت میکنه، در این وسط مردم جان خودشون رو از دست بدن، منزوی بشن و قدرت از بالا بتونه توسط این نیروها جا به جا بشه. در ایران هم این دور از انتظار نیست. همین کنفرانس هایی که تو سوئد اولاف پالمه سنتر گذاشته شده، واشنگتن گذاشته شده، بلژیک گذاشته شده، از جریاناتی که یا به قول معروف امروز رفراندوم بر سر حق تعیین سرنوشت مردم آذربایجان که مردم خبر نداره، یه تعدادی بردن سازمان ملل، خبر نداره اون مردم آذربایجان از یه همچه واقعی که مشغله نادرست، مشغله غلط برای مردم درست کنند. راه حل این ایران تافته جدا بافته از لحاظ تحولات جهانی از لیبی و تفاوتهایی داره، سوریه نیست. اگه با نیروهای مرتجع خیلی زیادی وجود داره که اینا را متحد میکنن، متشکل میکنن، اسلحه به دستشون میدن و وارد عرصه جامعه ایران میخوان بکنن، و یا اینکه راه حل دوم اینه که طبقه کارگر خودش رو متحد میکنه، متشکل میکنه، به عنوان یکی از طبقات اصلی جامعه جنبش‌های اجتماعی دیگر رو، مثل جنبش زنان، جنبش دانشجویی، روشنفکران، جنبش‌های حق طلب منطقه‌ای رو با خودش متحد میکنه و دست به تحولات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی میزنه و گام به گام مطالباتش رو به سرمایه‌داران و دولت تحمیل میکنه، تا اینکه مبارزه خودش رو ارتقا بده به عنوان صاحب جامعه، جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه و حکومت کارگری خودش رو مستقیما از طریق شوراهاش اعلام کنه و جامعه ایران را از این وضعیتی که وجود داره، از ستم و استثمار و جنگ و کشمکش دیکتاتوری، ناسیونالیسم، فاشیسم نجات بده، بتونه یه جامعه بسازه که در این جامعه همه انسان‌ها بدون توجه به مسئله ملیت و جنسیت و باورهاشون از حقوق یکسان و برابری برخوردار بشن، تا بتونه جامعه را به سوی لغو مالکیت خصوصی و لغو کار مزدی هدایت کنه و اون جامعه که مارکس ازش اسم میبره، جامعه بی طبقه، که هرکس به اندازه نیازش از اون جامعه سهم ببره. من آرزومون اینه، تلاشمون اینه که به این مسئله دومی در ایران اتفاق بیفته و در مسئله اولی ایران را میکنه مثل افغانستان و عراق و لیبی، و بهتر از اونجا نخواهد بود. با امیده که ما بتونیم در سال آینده این مبارزه طبقاتی جنبش کارگر را بتونیم تقویت کنیم و بتونه طبقه کارگر خودش مستقیماً سرنوشت خودش رو به دست خودش بگیره، خودش رو خود سازماندهی کنه، بتونه جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه و حکومت خودش هم تو اون جامعه اعلام کنه. رفقا خسته نباشین، من سپاسگزارم از اینکه در این بحث شرکت کردین. بینندگان عزیز، به پایان برنامه این هفته رسیدیم. در این برنامه ما مرور کوتاهی داشتیم به تحولات جهان سرمایه‌داری، تشدید بحران سرمایه‌داری در کشورهای مختلف جهان و در منطقه، و همچنین فاکتورها و روندهایی که مبارزات کارگری در این کشورها و در ایران جلوی پاش هست و به نسبت کوتاه مورد بحث و بررسی قرار گرفتن. برای همه شما آرزوی تندرستی و موفقیت و سرفرازی دارم و تا برنامه بعد همه شما را بدرود میگم. خسته نباشین شما.